بعد چجوری تو کار میکنی؟ بیزنس چیه؟ چون خب اکثرا شیمیلا چیز میکنم، بیزنس میکنم. من تو کره ماه تنها زندگی میکنم، کسی نیست. آها درسته. اوکی تموم شد من صحبت کنم؟ آره اوکی بعد درست ازم کیره چقدر؟ رفت و سال بعدی چرا خب؟ 19-20 19 چه شکلیه؟ خوشگله خوش کنه. همه کیرای شیمیلا خب موشکی هن. اینجوری به سمت بالان درسته؟ صاف نیستن اینجوری صافه؟ جاذبه کاری کرد که صاف بشه صاف. چون اینجا جاذبه وجود نداره. آره. بعد هورمون میخوری یا نه اینجوری راست هست؟ اصلا هورمون نخوردم تا حالا. هورمون نخوری؟ اگه هورمون نخوری چرا انقدر زنونه ای؟ صدات، بدنت، رفتارات؟ خود شاهد هورمون تا حالا نخوردم. نخوردی پس خود کلا اینجوری ذاتشو داشتی یعنی؟ آره زمین... به دور از شوخی و این فام بودن. جدی بخوام بهت بگم من موقعی که این شکلی شدم سینما پارتست کردم تو فامیل در اومدم کسی تعجب نکرد. من انتظار ریاکشن داشتم، میدونی ریاکشن هایی که مثلا انتقاد بشه یا سوال پرس بشه. اصلا خیلی عادی رفتار شد. چرا؟ گفت خب چون من بچه که معلوم بود چی؟ مثل من الان مثلا هر کی میبینه مثلا من دختر شدم هیچ کی تعجب نمیکنه چون از اولی از بچگی همجوری لاغر دخترونه صحبت کردم. من یه چیزی تو تحسین میکنم. چرا؟ خب یه چیزی تو واقعا تحسین میکنم بدور از شوخی. من چند بارم لایو گذاشتم دیدی رو حرفم میزنم. آره. تو خیلی راحتی با اینکه بقیه بفهمن ترسی شیمیلی درسته؟ من اصلا من به همه میگم من به همه میگم پسر چیر دارم. ولی من تو خیابون یکی مثلا متوجه بشه یا تیکه ای بندازه که ببینم مثلا شک کرده به این موضوع ناراحت میشم. خب نه بابا تو فقط ساده ای خانم، من وقتی میرم بیرون شورت نمیپوشم که خایام کیرم بزنه بیرون. من پسرمون تو ایرلند زندگی میکنه، به من گفت حکم قضایی داره اینجا اگه غالب کنی. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اگه شیمیلی بعد بندازی بیرون مردم بفهمن، طرف بیاد با تو دوست بشه بعد بفهمه شیمیلی، میتونه ازش شکایت کنه بگه منو فریب داده. من فکر کردم کسه. نه دوراره راست میگه. من الان چرا من خودم هم میترسم. من مثلا توی مثلا تیندر توی مثلا اپایی که دوستیابی هستش آرمی من به همه نوشتم من ترنسم که بفهمه بعد نیاد مثلا چون من خیلی زمینه دختر بودن و دارم صورتم بدنم هیچکی نمیفهمه تا مثلا لامپامو نبینه هیچکی نمیفهمه مثلا من پسرم. بعد مینویسم من ترنسم بعد میگن واقعا تو ترنسی؟ میگم آره. اصلا اگه قانونم نبود خانومه شما دو تا خانمای عزیز بازم من به همه میگفتن. چرا؟ چون من واقعا خودم رو دوست دارم. من واقعا اینی که همیشه خودم بودم تو زندگیم نمیتونم یعنی به یکی دروغ بگم مثلا برم اصلا بهشم سکس نکنم فقط برم بیرون دوستشم بگم من دخترم بعدا دروغ بگم سورپرایز بشه اصلا بدم میاد. دوست دارم با همه رو راست باشم از اول بگن هیچ چیزی براش نمونه همه چی رو بدونه. آریان پسر کیر داره اینجوری من مثلا دیت باشه. خب ببین یه چیز بگم ترنس رو توی ایران اینجوری جا افتاده، مردم ترنس رو اینجوری میشناسن. یه پسر آرایش کنه بیاد بینه خب اینا فکر میکنه شیمیل دختر، مدارکش دختر، همیشتش دختر، فقط کیر داره. خب فکر میکنن یه جهش ژنتیکه، نمیدونن که این ترنسی بوده که حالا بر اساس عمل جراحی هورمون ترپی سینه گذاشته. خب من خیلی جاها شده مثلا بانک رفتم این ور اونور گفتم دیگه، چند روز پیش خفتم کردم کلانتری رفتم شکایت کردم، دوستام زنگ زدن وای نه رو کلانتری میگیرن. گفتم نه هویت دارم عزیزم چرا باید بگیرن؟ میدونی خب خدایا چی شده بود؟ یه نفر بهم گفت بیا خونه پول زیادی بهت میدم، علاوه بر اینکه پول زیادی نداد گوشیم هم داشت میگرفت. کتکم هم زد، موهامو کشید، بعد من اومدم جلو در جیخ کشیدم همسایه ها ریختم بیرون، گفتم افتم لکه دار کرده، زنگ زد مامور اومد، مامور گفت خانم پولتو کردت پولتو نداده، گفتم عشقم کرد پولمو نداد. بعد به من گفت من املاکی هم این حرفا، بعد بردنم کلانتری، یکی برامو به قند میورد، یکی مدارکم رو
چک میکرد خیلی کلانتری خوب بود، پسر ماموره خیلی خوبی داشتیم، و گفت عزیزم تو تیپت مناسب نیست این چیزا. گفتم عشقم من دارم دنبال خونه میگردم تو کره ماه و این حرفا. و گفت آره تغییر سیاره بده و این چیزا. بعد فکر میکردم دخترم، تا جایی که من صورت جلسه رو بنویسه اسمم رو گفتم، گفت خانم ما رو مسخره کردی. گفتم نه به خود اسمم، گفت این اسم پسره. گفتم خب منم پسرم. گفت یا امام حسین همینجوری نمیشه دیگه فرق سر و مرش خواهد بید. منم دستا خودم مثال یعنی عصبی میشم تیکم اینجوری اینجوری میشه. خب بعد اینجوری چیکار؟ گفت ببین سینه داری. گفتم خب دست خودم نیستی که، خدا اینجا فایده. گفت ترنس. گفتم نشمیلم. بعد صورت جلسه کن الهی قربونت برم. ببین کیف هم اینجا شمارش رو نوشت پشت این داد. اون یکی معموله شمارش نوشت پشت اون یکی برگه داد. پر برگه شماره است تو کلان تری. زنگ بزن ما میگیم حمایتت میکنم. گفتنش خواهم من حمایت نمیخوام، من پول میخوام برای ادامه بقا تو کاره ما. گفتم حمایت نمیخوام. خیلی هم عالی. بعد اینکه خودت میکنی یا میدی فقط؟ هر کی پول بده هر چی میخواد هم رو انجام میده. خب خیلی خوبه. تو بیزنست احساسی هستی یا منطقی؟ منطقی. احساسی چی؟ پسر مگه برای آدم میمونه آب چی؟ من خیلی احساسی هم من بیچارم. من تو رابطه‌م احساسی بودم ولی الان میگم فقط پول. قانون بیزنس چیه؟ کیرستی خوب بخوابونی ارزش کنی. نه تو چه فایده؟ قانون های تو چیه؟ آها لیمیت های من؟ لیمیت های تو چیه؟ آره میشه من میشه یک جرعه آب بنوشم بیام؟ سلام باشه جرعه آب بنوشم بیام. جرعه آب یه کونی نشون بدی خانم. جرعه آب. خب اوکی آرمین تو بگویش خانم چیکار؟ اون مشکل دیشبت حل شد؟ کدوم مشکل؟ هم که برام پیام بدی. آها آره هر شد از امروز کردم. امروز حتی هم و اینا دیگه شروع کردم این کار رو. درسته. سوال دیگه هم داشتی در خدمت هم چون من اونجا فعالیت میکنم. بعد آیدی تا آره. تو چرا نمیدید به بچه ها به من توی لایف نه آیدی ما نمیتونم بدم خواهید همش فیلم های سوپر همه اونجا. خب بالاخره میخرنش. مشکل داری با دادنش؟ خب یه بار میخرم مثلا 20 دلار بخرم بعد الان کل ایران فیلم سوپر آریان رو داشته باشم. 20 دلار چقدر میشه؟ 20 دلار اما 50 دلار واسه یک ماه. و من برای یک ماه 20 دلاره. بازار خراب کردید. نه ما در مورد یه چیز دیگه صحبت می‌کنیم عشقم برای بیزنس. حالا بهت میگم. اوکی حالا از این بحث می‌گذریم. میگفتی عشقم لیمیت های تو رو بگو. اصلا میدونی چیه؟ من اصلا کالکشنم یعنی ارتباطاتم با بقیه خیلی ضعیفه و با کسایی که مثل من کار میکنن اصلا صحبت نمیکنم، چون وقتی با اونا صحبت میکنم و یه چیزایی میشنوم خیلی روحیم چیز میشه، آسیب میبینه. چیزایی که اونا میشنوم و چیزایی که میگن قانون نمینه، ولی من سعی میکنم خیلی چیزا رو نشنیده بگیرم و فقط مثل قانون خودم کار کنم. ببین قانون من چیه؟ ببین تو کره زمین فرق میکنه. من کره ما هم خب تو کره ما خفتی داره، ترس از مأمور داره، اینا همه هست. خب من اثبات میگیرم 1,000,000 تومان هم بیانه میگیرم. 1,000,000 تومان به پول کره ما. درسته. اوکی اگه بیانه نزنه رمزی که میگم و تو ویدیوی تصویری نگه همون لحظه برام نفرسته، من از حضورش معذور میشه. اوکی منم همینم بهت بگم. میخواستم اینو بگم قانون زن من چی جوریه. مثلا یکی بهم پیام میده میگم میخوام تو رو بکنم، میگم اوکی عکسشو برنامه‌چی؟ آره برنامه چی میگم اوکی مثلا عکسشو ازش میگیرم، صورت بدن همه چی باید تایپم باشه. ببین باید تایپم باشه یه پسر فیت، چاق نباشه، لاغر نباشه، معمولی، صورت معمولی، کیره معمولی. این از این. قیمت هم روی صورتش میذارم، هرچی کیری تر گرون تر، هرچی خوشگل تر ارزون تر. من اینجوریم و آره من اینجوریم. من رو بنرم زدم برنامه‌م 3
آره افراد چاق و بالای 30 سال برنامه 4 تا 5 خونهشون بخوام برم تو سیاره های دیگه، مثلا سیاره مشتری، سیاره زحل، بخوام خونهشون برم قیمت ها فرق میکنه بر اساس مسافت. شب تا صبح هم خونه خودم تو سیاره ماه 10-12 تومنه، برم خونهشون متفاوت. بعد کسی هست مثلا برای یک شیمیل مثلا مثل شما 12 تومن بده شب تا صبح؟ من 13 گرم طلا گرفتم واسه یک برنامه. 13 گرم طلا. سلام دیانای عزیز، خوبی عشقم؟ اگر میتونی بیای بالا افتخار میدی که من پیج خودم رو بفرستم پایین. یعنی چه 13 گرم میشه چقدر؟ طلا رو رو 3 یا 4، نزدیک 4. من به طلا اعتقاد ندارم، بگو قیمت رو بگو. به پول الان 560 تومن. الان 560 میلیون. پارسا اون کسی که اومده بود شب تا صبح تو گرفته بود، کباب بود یا چیز بود؟ شب تا صبح نبود، یک برنامه. یک برنامه؟ نه نه، میگم که اون کباب بود چی بود؟ نه انسان بود. نه خب باید سلام بهت میگم انسان چیه؟ تو باید یه تو این مبلغ الان باید ثروتمند باشی. ثروتمند بشی. کم میاد عشقم، انقدر دیگه تو تهران و ایران و کره ما گیگا شیمیل شدن، یه کسی پول نمیشه شیمیل بیشتر از دختر ریخته. سلام میسم، خوبی خوبی سلام عزیزم، قربونت برم، حالا چطور؟ مرسی. سلام دیانا عزیز، با این نتناش نیایش عزیز. سلام جان، من با تو کاری ندارم، با این آرمین اصلا هیچ کاری ندارم. یه چیزی بهت بگم بانو دیانا، آرمین خیلی بچه است. آره خیلی، یه لحظه من صدایم رو بکنم کنم. آره آرمین آینده روشنی داره. بانو دیانا، هر چی که آرمین کرده از بچگیش کرده، ببخشش. آره باشه آرمین، به خاطر آریان میبخشم. خوبی آرمین، کجایی؟ آره چون خیلی بچه هست، تازه 18 سالشه. آخه اون ماه خیلی بچه تر بود، خیلی کوچولو بود. من با صحبت هم کاری کرده به خاطر من ببخشید، چون بچه هست، اینم تنهاست توی کشور غریبه. یه چندی تا وایس به من داده بود و اینا. خب خیلی ناراحت شدم. یادته نمیدونم چه دوره‌ای بود، ولی با هم بحث و جنجال داشتیم دیگه. حالا هر چی بوده گذشت. میدونی من توی مواقع چیکار میکنم؟ چیکار بحثم میشه، دو تا گزینه روی میزش میذارم، خودش حق انتخاب داره، یا خونش خفتی میفرستم یا مامور. با خانم تو دیگه خیلی شکایتی هستی، ما اینجوری نیستیم. چی خفتی میکنی؟ دوستان خفتی میکنی بحثمون میشه، میگم عشقم خودت انتخاب کن، یا خفتی بفرستم یا مامور. خفتی صورت تو داخل میکنه، مامور برات زندان. کدومو دوست داری؟ نه نه تو دیگه خیلی خطرناکی. ما در حد اینستاگرام و ارتش مرتش داریم. من خودم فرمانده هم فرمانده ارتش بادمجونی هم. خب ما ارتش میزنیم، یه ارتش داریم، مثلا با کسی مشکلی چیزی حالا پیدا میکنیم، ارتش همون میرن تو لایوای اون در حد ارتش. شما آره مجازی تصفاده میکنیم. آره من از مجازی داریم، حد مثلا با آرمی مشکل پیدا کردن فهم مجازی در حد آره. ولی خب شوخی رو بهش میگم، میگمش هم خفتی یا مامور، کدومو دوست داری؟ خودش انتخاب کن. خب بالاخره انسانه، آدم ها انسانن، آدم ها نفس میکشن، آدم ها هم انتخاب بگن. یه چیزی بچه ها، بانو دیانا داشتم به نیایش عزیز میگفتم، گفت سینا هم 85 هم اصلا نشون نمیده، به خاطر اینکه که میدونی ما پسریم، هر کاری بکنیم شونه هامون کشیده است. 120 هم بذاریم هیچ وقت مثل یک زنی که سینه 60 هم داره نشون نمیده. این خیلی اذیتم میکنه. با اینکه مثلا من میخواستم بگم دلیلش همین بود که تو لایو نگفتم نمیکنم 85 باشه. 85 واقعا؟ آره واقعا هست عزیزم، الان مال من 85 نشون میده. چه نشونی شما ها. از من لاغرتری، شلوغات جمعتر و استخونبندی تویستره. آه بخاطر اونو. آخه من خیلی نشون میده، مثلا اینو نگاه کنم، یا لحظه ببخشید، مثلا من نگاه کنم الان من وایسم نگاه کنم، مال منم نشون میده. بلن
این برم کلا سینه است، نگاه کن این برم کلا همش سینه است، از اینجا تا اینجا همه سینه است. 85 530 خانم، این 430ه. کی 430؟ مال کی؟ من 430 هست. آره من 530 هست. آره 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 خدا مرگم بده دارت بگرم نگو اینجوری. من کلا میرم لایو تو باشی، تو خیلی مهربونی واقعا، من دوستت برم عاشقتم، هم دایی منو همه جوره ساپورت و حمایت میکنه. این یوتیوب هم امروز چیز دیدی تو لایو ها میایی بج میزنی، خیلی دوستت دارم هاریان، این واقعا نشونه علاقت. ولی اومد ترکیه حتما بیا همدیگر رو ببینیم. هر کاری کردم وظیفه بود، چون من صد بارم گفتم به خدا وظیفه، من صد بار عزیزم لطفت محبتت، چون ببین دیانا من گفتم من هر چی که باشم، من تو آرمین نیایش ما هر چی که باشیم، هر چقدر باشیم یک درد مشترک داریم. میدونی چی میگم؟ میدونی هیچ وقت نیست. آره ما هر چی که باشیم، من تو نیایش آرمین، هر چی بچه های خودمون، هر چقدر هم یک درد مشترک داریم، هر چقدر هم باید بد باشیم، نباید دور استریت ها خودمون رو خراب کنیم. صد درصد. الان چی شد بگم؟ دیگه حرف دیگه رو قطع نکنم. الان داشتم با یک دوتا فامیلای دخترم، دختر استریتر، از دور همی میمدیم، گفتم برسونمشون، اونا رو پیاده کردم، اسنپی بهم اینجوری کرد شیمیلی، گفتم چطور؟ گفت بیا جلو بشین واسم یه ساک بزن. گفتم چرا دوتا دختر اینجا نشسته بودن خواهی نداشتین حرفو بزنی؟ آخه اونا دختران احترام دارن. به خدا ببین دستم و من اینجا زخم شده، نمیدونم افکت نشون ده. آریان این دستم رو از اینجا سرش گرفتم کوبوندم دوتا روی فرمون، طرف ترکید، وسط اتوبان پیاده شدم، گفتم فهایی به من دست زده، آبروش رو بردم. گفتم چرا فکر میکنی ما احترام ندیم؟ مثلا ما هم شال مانتو تنمونه، به تو چه رفتی داری تو شورت ما چیه؟ انقدر هرس خوردم آشوب شدم، اینجا قرمز بود از شدت فشاری که به همون بود. بعد من بدم میاد که بچه خودمو میرم پیشه مثلا دختره یا پسره، آره این اینجوریه ما اونجوری ما اینا، خودشون رو مثلا عاجزشون میدن. من هیچ موقع حس ترحم کسی رو برای خودم نمیخرم، ما از همشون موفق تریم، دستمون تو جیب خودمونه، زندگیمون رو داریم. کدوم پسری الان خواهی داری؟ کدوم دختر خواهی داره واقعا اینجوری زندگیش برسه، لباس خوب بپوشه، آرایشگاه خوب بره؟ بعد طرف میده احساس ترحم میکنه، این تو چونه من نمیده. هارون زاده تو چی؟ تو اگه موفق بودی که ساعت دو نصف شب حالا به قول خود شیمیل که احترام ندارم نمیبردی جا به چه کنی؟ با پول منه که تو داری زندگی میکنی مادر جنده. ارثم میگیره. درست عزیزم. به بان دیانا میخواستی صحبت کنی با آرمین جون، بفرمایید. من مثلا آرمین رو چندین سال ندیدم دیگه، نمیدونم وضعیتش چجوریه، کجا چیکار میکنه. بعد گفتم یه بیوگرافی بده آرمین، کجایی، مامان چطور، خوبه؟ آره خوبه، سلام میره عزیزم. به ترکیه نیستم، شوه در یه دو سال رفتی سوئد؟ آره تالیس تبرک سویدم. بعد این کاری که درس میخونم و زندگی دیگه، تو چی کنی؟ درس خدا شکر عزیزم، خدا شکر رفتی سوید، بهترین کار کردی. بعد چند سالشو؟ 18 سالشو داره؟ آره 18. خدا شکر عزیز دلم، خدا شکر. موات هم ولی کراتین کن؟ نه ندارم، اصلا با موام دوست دارم چی کاری کنم، خیلی دوستش دارم اینجوری. حالا ما خودته؟ آره. حالا من نظرم اینه که کراتین کنی بهتره، یا اینکه مثلا حالا میخوای اینجاشو فر بذار، خب مثلا جلوشو که چپچیه اوتو مو بکش. آخه میدونی چیه، موی فر بیشتر به من میاد، موی ساب کلا منو خیلی بالا میبره، و اینکه خیلی دوستش دارم موامو بالا. نه
مات خوبه، نمیگم بده، خب میگم این جلوشو چتری مثلا اتومو بکش، مثلا نگاه کن من همین الان اتومو بغلم، مثلا یکم مثلا چتری کن ماتو، مثلا چتری فر نباشه، چون چتری فر من ندیدم، چتری فر شما دیدین بچا؟ من آره اولین بار دارم بعد چتری قاضی چتری باشه دارم میگم چتری فر ندیدم. ولی من که دیدم همیشه نمیدونم و اینکه اشکم به خودت بیاد موی پسر با موی دختر فر رشدش متفاوته معلوم میکنه چی؟ به خدا مشخص چتری فر اینجا چتری فر اینگاه بابایی شدی منم میدونم چتری فر بهش موی چیز نمیاد خواهر، این فقط چون لاغره موی فر بهش نه فقط جلوشو نگاه کن، این قسمت جلوشو فقط چند صاف کن فر دوست دارم و بیشتر خواهر یا بعد کراتین کنه کنن یا فر، چون جلوشو چتری کنه پشت فر انگار مو قرضیه. نه عشقم نگاه کن الان اتومو نداری؟ نه من استفاده نمی کنم. اوکی بابا که از این مو بکشین بیرون. بانو دیانای عزیز دیشب قسمت نشد من این چیزه رو بهت نشون بدم کورس مصنوعی رو. آره میخواستی نشونم بدی یه چیز دیگه هم بود گفتی نشونت میدم یه چیز دیگه هم بود یادم رفت یه چیز دیگه هم بود میخواستی نشونم بدم دو چیز میخواستم بهت نشون بدم یکی کورس مصنوعی بود یکی دیگه چی بود؟ به خدا ای خدا چی میخواست بچه ها چی بود آریان میخواست نشونم بده بچه ها سر یادشون میاد آره بس از چی بود؟ دو تا چیز بود میخواستم نشون بدم گفتم آخر لب یکی چیز خانم تو اگر که مثلا دوست به سرت بگه از پشت رابطه میخوام بعد چی کارا میکنی؟ تمیز میکنی؟ من آره آره دیگه یه شیافتی هست خب اسم شیافت تمیز کننده شما دقیقا یادم نیست یه شیافتی هست از داروخونه میگیری نیم ساعت قبل از اینکه رابطه برقرار کنی میکنی داخل خب بعد از نیم ساعت خودش قشنگ تمیز میکنه هر چی کس میشوره رو میاره پایین دیگه نیازی نیست که بچه‌ای مثلا چیز بخواد کسی که بخواد رابطه مقعدی بخواد برقرار کنه دیگه نیازی نیست که بخواد شلنگو برداره بکنه تو مقعدش و اینا شلنگ شور و اینا که انجام میدن دیگه نیازی نیست آخه چون من الان چیز میکنم من قرص نمیخورم یعنی شیاف نمیکنم ولی یه شلنگی از آمازون خریدم به توالتم نصب کردم فقط مخصوص این کاره اون شلنگ واژن فکر کنم سوراخ داره الان به نشون میدم آخره اونم نشون میدم بهتون که این شلنگ مخصوص همینه فقط نصب کردم گذاشتم عمر برام نصب کرده چون آب با شدت میاد با فشار میاد کل روده رو تمیز میکنه ولی چقدر زندگی های ما سخته مثلا یه خانوم چقدر راحت میتونه بده اکون نمیده اکوس میده نمیخواد تمیز کنه نه چیزی عزیزم اتفاقا خیلی از مردا از مقعد دوست دارم خیلی از مقعد دوست دارم و اینکه خیلی از مردها الان جوری شدن که خانوما رو آپشن کامل خیلی از زنها رو مثلا که از مقعد رابطه ندارن حتی زن خودشون که از مقعد رابطه ندارن یه آپشن کامل نمیبینن میدونی چرا؟ چون دوست دارن یه سکس کامل داشته باشن. یه سکس کامل یعنی چی؟ هم مقعد هم واژن هم آنال هم نمیدونم جورای روابط دیگه ای و من پیشنهاد میکنم که حالا کسایی که همسرشون دوست دارن از مقعد رابطه داشته باشن اون نظافت فردی رو رعایت کنن و اینکه حتما باشون رابطه داشته باشن حتما چون اگه نداشته باشن باعث میشه که همسرشون بره با یکی دیگه رابطه داشته باشه بره پول بده باشی میلاد چرا بانو دیانا چرا مثلا مردها که ازدواج میکنن نمیتونن با زناشون ارتباط برقرار بگیرن اونجوری که با یک مثلا بیزنسی میتونن بگیرن چون خجالت میکشن نه اصلا تو روابط زناشویی خجالت معنی نداره نه که خجالت معنی زندگی موفقی ندارم خب ندارم عشقم الان که همه کسایی که در مثلا خاورمیانه زندگی میکنن ترک ها افغان ها ایرانی ها عرب ها این چهار تا قش اصلا زندگی موفقی ندارن چون فکر میکنن الان به تو زنشون مثلا بخوای مثلا اینا
به خاطر یک فرهنگایی که اشتباهی که ما بزرگ شدیم فکر میکنیم که یا باید بد بد باشیم یا خوب خوب باشیم، نمیتونیم مثل این باشیم که اوکی الان تو اتاق خواب بمونیم، الان موقع دادنمونه، مثل دادن رفتار کنی، بعد دادن مثل یک زن و شوهر محترم باشیم. میدونی اینو نمیتونیم ما رعایت الان بهت میگم ما اینو نمیتونیم رعایت کنیم. فکر میکنیم که حالا این چون زنمونه فقط باید خیلی با مثلا مثل خیلی محترم رفتار کنیم، مثل همونجایی که سیاست داریم و داد میزنیم و میگیم مرد خونه هستیم، فقط پاهاشو باز کنیم بکنیم توش خدافظ، ولی اینا نگه داریم، ولی اشغال هستیم اونو ببینیم با یکی دیگه، مثلا با یک ترنسی، یک زنی که میده، حالا هر چیزی، اونو بگیم جنده کسی شلیته کسپپنکی، حالا هر چیزی ساک بزنه برامون بکنه تو کونشون هر کاری میکنن، ولی با زن خودشون نمیتونن این کارو بکنن چون فکر میکنن خوب نیست، درست نیست. نظرتون ذهنیت خودشونه، میدونی به خاطر ذهنیت خودشه که نمیتونن این کارو بکنن، چون که فکر میکنن اگه این کارو بکنن یعنی اون زنه خرابه. خب اون زنه یعنی خرابه، در صورتی که تمام ازدواجهای موفق ازدواجهایی که روی زن روی تخت خواب دقیقا نقش یه پرنستا رو بازی کنه و وقتی که از تختش بلند میشه پا میشه نقش یه زن خونه دار رو داشته باشه. میدونی رابطه موفق همیشه اینجوریه. درسته. و چرا کلا اصلا من یه اعتقادی دارم بانو دیانا، تو زن تو هر پرنستارم که باشه بکنیش، ولی مردها یک چیزی تو وجودشون فرق نمیکنه، چه تو جهان اول باشه چه در زمان سوم باشه، مرد یک غریزه، یک چیزی، یک حسی تو وجودشه که هیچ وقت سیر نمیشه، میخواد سوراخ همه بذاره، فرق نمیکنه. آره. ولی یک زن من خودم واقعا من خودم با این که مثلا بگی اینقدر کیر پرستم و میگم با یک مرد سیر نمیشم، واقعا یک مرد خوب منو بکنه من دیگه به کسی دیگه نمیدم، جدی میگم، با این که من خودم که اینقدر میگم دارم میدم من با یه نفر نمیمونم، ولی یک مرد خوب باشه هر روز بتونه منو بکنه همه جوره کیسم باشه نمیدم. ولی مرد نه، تو جلوش فرشته بذار، کس صورتی بذار، هر چی بذار، یه بهونه میگیره که بره خودشو قانع کنه یکی دیگر رو بکنه. زنم از قدیم بوده، گفتم من شنیدم میگفتن یه زن خراب، و حالا مثلا لفظ گذشته است دیگه، به نظر من زنی خراب نیست، زنی که زندگی یکی رو خراب کنه خرابه به نظر من دیگه، به جز اون جایگاه کسی خراب نمیده. یه زن خراب رو ببر توی خونه بهش امنیت بده، رفاه بده، اون میمونه، ولی یه مردی که خرابه و جنده است، چشش سیر نیست، وارد محل میشه، همه ناموسشون رو از اون میدازن، وای فلانی حواستون باشه. خب این از این داستان عزیزم. من یه دونه این موضوع واقعا تو زندگی واقعی بود، همیشه یه دختره بود تو محلمون، میگفتم وای فلان چقدر خوشگله، چقدر قد بلنده، چه خوش هیکل، چه فیسی داره، چه شوهری داره، این تو زندگیش چی کم داره. تا این موضوع گذشت، نه همسایه‌مون بود، تا موقعی که من شیمه شدم شوهرش به من واقعا پیام داد، وای تو الی تو بلی، تو ذهنم گفتم نکا زن به این خوشگلی داره، انقدر خوبه، یه من نوعی میگم وای کاش بس آدم جایگاه و زیبایی و هیکل اونو داشته، ولی شوهرش نگاه که اونو نمیبینه، میخواد به منو بکنه با پول. میدونی این تنوع و این چیزا تو ذات مرد هست. خب نمیشم تریش کرد اینجا، فقط واسه باید حواست باشه که سر خودت کلا نره، احساسشون رو که نمیدن، فقط با پولتو بگیری حداقل زندگی رفاهی تو ارتقا بدی، وگرنه درست نمیشه، از زمان آدم بوده همینجا هم ادامه داره پیدا میکنه. ولی خب حالا کاش، من میگم الان ما اینقدر بدبخ شدیم، جامعه ما اینقدر بدبخ شده که ما الان راضی هستیم، خدا کنه مردا خراب باشن ولی فقط بکنن، نه اینکه دیگه کون بدن. من الان به جایی رسیدیم، الان کونی شدن مردا، ما به جایی رسیدیم، من الان میگم شوهر داشته باشم خدای بره همه رو بکنه، فقط کون نده، نره کیرش ایمیلا رو بخوره. من آرزومونه که مردا مثل قدیم باشن، یکی رو ببینن بگن اوه چه کسی چه کونی، بچه اینو بریم بکنیم، نه اینکه کونشون رو کچ کنن بگن آه کی میاد منو بکنه. آفرین، دقیقا. متاسفانه مرد حالا جامعه ایرانی خیلی بیشتر این شکلی شد، مخصوصا این پسرهایی که بدن سازن، هیکلیان بدن سازا،
این به خاطر بدنسازا که به خاطر هورمونی که میخورن همیشه هر شب بادمجون تو کونشون میکنن کسکشن. من خیلی پیام دارم، حداقل امروز 4 تا 5 تا پیام داشتم از این اشخاص. چون 4 تا پیام دادی، من خودشونو حاضرن دست و پاشونو قطع کنن که یک بار کیر منو ساک بزنن. نه نه باورت میتونم میدونی چون فکر میکنن خوش فیسن و خوش هیکل. مثلا خب هیکل واقعا رو فیسن تاثیر میذاره دیگه، مثلا دیگه توهین نمیکنه، ولی ذهنیتش میره سمت اون 4 تا دختری که با یه پک مشروب و یه میز چیدن میبرن تا صبح سرت میکننش، نمیدونن داستان شیمیلا فرق میکنه. آره. فکر میکنه مثلا میخوام به ما بدن خیلی واسه ما جذابن و ما خیلی حال میکنیم و اینا. نکستکش، ما داریم به خاطر پول این کارو با تو میکنیم، وگرنه تو با هیکل کیری هیچ جذابیتی واسه من نداری احمد. اون 4 تا پست مسکی که با دو پک عرق سگی و آب الکل به تو میاد تا صبح میده، فکر میکنم تو مرد مردانی، نمیتونه تو اینی. دمت گرم. آره نه، من تنها چیزی که اذیتم میکنه که اینه که یکی به این پیام بده بگه عکس کیرتو بده، عکس کیرت چقدره. واقعا من میگم خدایا آتیشم بزن، خدایا نابودم، پول بزن بفرستم. من واقعا اگه پولم بده اذیت میشم دیانا. یعنی یک مرد بیاد به من بگه کیرت چقدره، کیرت کار میکنه، میشه ساک بزنم برات؟ یعنی من میگم خدایا نفت بریز روم آتیشم بزن. من عمرم تموم شد. میدونی کی هم میسوزی؟ طرف کیسی باشه که مثلا فول کیس تو. آره. که باید زندگی کنی، ازدواج کنی، بگی مرد مردانه، حمایت هم کنه تو زندگی، اینجوریه میای میفهمه کونی انگار آب جوش از اینجا ریختن تا پایین. تا پایین. آره. بعد به خاطر همین دیگه الان بیخیال شدم، نه دیگه به مردا کیرم رو حساب میکنم، نه به خاطر مرد کسی رو خراب میکنم. میدونی چون فهمیدم تهشون باد میده، بابا ارزش نداره به خاطر یک مرد بیام رفیقم دیانا یا آرمین یا نیایش رو خراب کنم. نه بابا، کیرم تو کونشون مرتیکای کونی. آره. من یه دوستم شیمیل بود خیلی خوب کار میکرد و موفق بود، واقعا خوبم بود خدایی. بعد دوست پسر فاب داشتی که غلبه کرد به کار و رفت تو داستان احساسی. اون پسر گفت چنج کن بگیرمت. این بنده خدا چنج کرد، عقد کرد، 3 ماه از ازدواجش گذشته بود، میرفت آرایشگاه کار میکرد، توبه کرده بود، توبه ریخته بود سرش. بعد یه روز وسط چیز دستگاه سوهان ناخونش یادش رفته ببره آرایشگاه، میاد خونه برمیداره میبینه شوهرش زیر یه ترنس آرایشی خوابیده رو کون میده. میگفت آتیش گرفتم، دیدم خودم چیزی که داشتم و بریدم به خاطر این ولی کونی مونده. آدم آتیش میگیره واقعا. من خیلی تو فکر چنج بودم، نامه گرفتم، وقتی دکتر گرفتم عشقم 20 روز به چنجم بود پشیمون شدم، گفتم اینا ارزش ندارم، کسی که تو رو بخواد با همینم میخواد. خب بحث بچه و این چیزا نیست بابا. تو چقدر ساده ای. الان دخترای واقعی که دختر به دنیا اومدن الان کسی نیست اونا رو بگیره. کدوم پت که بعد کی میاد ما رو بگیره؟ من پسرم میگفت چنج کن من بگیرم. نه چرته، با دختر واقعیش که پریود میشه، بچه دار میشه، میتونه ببره خونه مادرش اینا، چرا بعد یکی بیاد مثل آریانی که ببخشی پسر بوده کیرشو بریده کس گذاشته بیاد بگیره؟ اصلا چرا؟ خیلی منطق نداره اصلا این. الان دختره بیچاره من خیلی میگفت چنج کن بگیرم و تو اینا. الان شیمیل هم دیگه منو برد تو خانه خالش، گوش بده، خب گوش بده، همون منو برد خونه خالش، مامان بزرگش دوره همین اینا زنه ای، حالا مثلا یکم سنتی تو بودن، گفتن بیا بریم اتاق خوابی حرف بزنیم. منو برداشتن بردن تو اتاق خواب، دورم کرده بودن، باکره ای کاری نکردی، پریود میشی، هورمونات چطورن، تالو فرهاد کاری باید نکرده، اینجور اونجا اکاس چرا؟ برگشتم گفتم عزیزم، منم خیلی تو نقش رفتم، عزیزم این سواله یعنی چی؟ من به خانواده هم زندگی میکنم یعنی چی باکری یا نه؟ گفتم یا امام حسین من بخوام زن بشم، اینا میان دست تا اینجا تو کست من میکنم ببینم من رحم دارم یا نه، بچه دارمشم یا نه، میخوام بیان فرزاد خونم برن توالت رو باز کنن سطح شاشه ببینن نوار بهداشتی خونی پیدا میکنن یا نه. چه چنجی؟ آمای دختر چقدر تو شیطونی. واقعیته همون جامعت خونه. گفتم عشقم ما به درده هم نمیخوریم، تو لیاقتت خیلی بیشتر از منه، برو یک کسی. گفت نه، من موقعی که تو پسرونه بودی دوست داشتم. گفتم خب تو بگی گیی به درده بزنی میخوری بازم بانو زیانا بفرمایی تعجب کردی این هر برمیش نفی؟ نه نه من دارم گوش میدم با
آره چند گوش میدم آره دمیشتم آره بعد اصلا من به کسایی که چون من خودم هیچ وقت خودم رو ترنس نمیدونم ولی واقعا به ترنس هایی که برای خودشون عمل میکنن برای دل خودشون برای روحیات خودشون عمل میکنن خیلی احترام میذارم و دست و پاشون هم بوس میکنم چون واقعا اونا ترنس به دنیا اومدن زنن براشون مهم نیست که آقا طرف بگیره نگیره ولی فقط دوست دارم به اون جسم واقعیشون برسن بانو دیانا ولی خود من چون آره چون من خودم پسرم و ترنس نیستم و فقط کون میدنم و اصلا کلا درآمد من از کیرمه یعنی من میخوام عمل کنم من مردم چون دیگه هیچ درآمدی ندارم من درآمد من از کیرمه من تنها جذابیتی آره من الان تنها جذابیتی که دارم فقط به خاطر کیرمه وگرنه که کونو که ببخشید همه زنا بهترین کونو دارن بهترین کستو دارن چرا یکی بیاد مثلا کون خشک من بذاره میدونی تنها جذابیت من اینه که ببخشید دارم پسر هم شبیه دخترم و کیر دارم اگه کیر نداشتم هیچ کیرم پف نمینداخت عشقم ما باز خوبیم این واقعیت رو میپذیریم من فامیلام جمع شده بودن میگفتن خب تو میخوای شوهر کنی بچه دار نمیشی مامانم میگفت نه میخواد رحم بذاره بچه دار بشه گفتم عزیزم تو هپرود سیل میکنی یعنی نمیخواد گردن بگیره من یه چینجی هم میگفتم مامان اینا میدونن نه تو دختر منی گفته باشه نداره ولی فیزیکی من قابلیت اینو ندارم فکر کن دختری دی دختری که بچه دار نمیشه نه مگه میشه نه میگم مامان وا بده خانوم وا بده گردن بگیر چه مادر خوبی که چقدر پشت سره چه مادر خوبی که اینقدر پشت سر پسرشه حمایت کرده آره با آره چقدر خوب بوده که گفته رحمم برات میذارم آورده دیگه بند خدا از رفته تو اینترستدلار هست میان ستاره ای تو سفر زمانه علم و موقع رو برداشته رحم آورده اینجا ولی اون کلا نه هیچ نه مرد ارزش داره نه بچه که آدم بخواد خودش ناقص کنه نه با خانم ما زیر 1000 نفر خوابیدیم رو 1000 نفر خوابیدیم ما از ما مگه زن زندگی در میاد نه من اصلا به این اعتقاد ندارم یه کسی که ببخشی زیر 1000 تا خوابیده نمیتونه زن زندگی باشه یه کسی میتونه اصلا تا حالا کس نداشته باشه زن زندگی هم نباشه اصلا اعتقاد ندارم من ولی دلت به موقع هایی میاد دیگه ببین من 4 سال رابطه داشتم و 3 سال زندگی داشتم برد کسی که داده میتونه زن زندگی باشه یه موقع هایی یه سری تو ذهنم میومدم موقع سکس چشم رو بستم فکر میکردم اون رومه یعنی چی؟ با دوست پسرم سکسی کردم چشم میبستم یکی دیگه تصور میکردم فکر میکردم اونه خب من الان منم همینجوری هم الان چون من مثلا ببینم من یه ابنه ایم خب منم به یک درجه رسیدم از زندگی که فقط برام مهمه یه چیزی بره تو کونم فرق نمیکنه نگاه نمیکنم بابا طرف چاق لاغره فقط یه کیر سیخ میخوام داگی میکنم روی سر خودم کیسه میکشم که طرفو نبینم میدونی و وقتی که داره اون منو میکنه فکر میکنم آقا عموجانی منو میکنه صورت اونه ولی کیر اونه میدونی دیگه یه خط تهشو دیدی من دیگه من وقت طرف قبلا هم گفتن روی طرف کیسه میکشیم نبینیم من رو خودم کیسه میکشم که اونو نبینم استفاده ابزاری میکنی و اینکه آره خیلی برام پیش اومده طرف داشته منو میکرده کیرش خوب بوده فیسش کیری بوده من فکر میکردم یکی دیگه داره منو میکنه نه من یه بار برای پیش اومد که اونم طرف رو دیگه کات کردم باش گفتم عزیز من میدونی چیه تو لیا من لیاقت تو رو ندارم رفت رفت که رفت تا پرواز رو قالب کردی؟ حالا قالب کردی؟ بگی مثلا دست تو من همیشه قالبم خب پس یعنی نه مثلا میگم تا حالا شده قالب کنی به جای دختر بگی پریودم خیلی به جای دخترم نگم پریودم لا دستی میدم چقدر پسرها خرن که لای دستتو میذارن انگار تو کستت گذاشتن یه ترفنده دیگه یک چراغ اتاق باید خاموش کنی دو اینکه باید کاندوم بکشی هر چقدر هم که کاندوم و چراغ خاموش کنی دیگه آره نگه نه دست تو اینجوری نگه میده بذار یاد بدم همه بچه هم که بعدها میخواد شیمیل شن یاد بگیرن دیگه هم تو ایران دست تو اینجوری نگه میداری اینجا تو پر زایلوژل یا لوبریکانت میکنی میذاری اونجا پاوش اینجوری میکنی اینم کسته میشه دیگه تنگ و گشادش میکنی چون اینجا لیزه قشنگ میره تو بالا پای میشون ارضا میشه
من تو خونه بانو من وان دیگه اون دیگه باید خیلی اول باشه، خیلی دیگه هیچی نهده باشه که قابل نفهم یا کور باشه. من بالای 20 بارم شده این حرکت شده من نفهمیده. خب واقعا حول به خدا حول وقتی طرف نه حول نه اون باید کور باشه که نبینه تو دیگه دست تو بیدونی که کنه تو پسته. نه نه دیگه اونو باید بگه تا نبینه باور نمیشه. جمعی که واقعا من اصلا این جرأت ها ندارم. من تو خونه را میرم سایم رو میبینم تو یک هفته میترسم. شما چجوری قالب میکنید میدید؟ عشق من بزن چند تا چیز رو مثال بزنم. شمال کشور مازندران همه عاشق شیمیله، یعنی یه دختر باشی شیمه شیمیله رو میخوان. خب میره سمت کیش بخوای کار کنی تو کیش، نه تو کیش همه کس میخوان، یعنی دوبه میمونه یا یه کس شیمیل و پوششی و ترنس و اکسیشن و اینه، نه یا کس یا شگل تو کیش هم اینجوری جذاب، یعنی هر شهری یه چیزی میپسندن محدود داشت اینجوری دیگه. خب عربا ضعف کسن. خب آه یعنی کیش فقط کس، آره شیمه شانسی نداره. میبرد رستورانی چیزی چارپه گرخ بذارن مفتی بکنن بگن از جغ بهتره، جایگاه دیگه جغ بهتره. خب ولی شمال میپرستن شیمیل و پول میدن، ساک میزنن واسه خرید برات میکنن، ژل میخرن، دست مفتوب میخرن، نهار مهار میخرن، پول تم میدن. خب اینا خب مهمه. آره شمال شیمیل میپسند. ترکیه نمیری؟ استانبول خیلی شیمیل میپسندن. من استانبول چند ماه بودم با خانوادم رفته بودم، طفل بودم، طفل نه ها مثلا بگم 8 ساله، مثلا 16 سالم بشن. من اون موقع تازه این اسمس کردم دیانا رو با حامد تو استانبول دیده بودم. من 22 ساله تیمینی چه 16 سالت هم کم از این نیست دیگه. 23 سالم داره میشه دیگه. نه من هم 23 سالتی اینی الان ترکیدی دیگه. 16 هم انگار 40 سالت بوده خانم. طفل کجا بودی؟ 16 ساله الان دو تا بچه زایده خانم. بعد نه الان که اگه تو میخوای درآمد خوب داشته باشید، نمیتونم بانو دیانا ترکا شیمیلای مثلا مثل ایشون رو میپسندن مثلا 1.80 و 80 کیلو؟ نه واقعیتش من اصلا چه چیز شیمیلا اصلا توی حتی جمعشون نبودم، یعنی توی جمع که اینجا بوده. خب اصولا ترکا مثلا خب دقیقا فرهنگشون مثل ایرانه، دقیقا خب ضعیف‌تر. حالا مثلا مثل چجوری بگم، مثلا یه همچه معقوله‌ای به نام ترنس رو اصلا قبول ندارن که برسه شیمیل، اصلا چه برسه مثلا نیایش، مثلا بخواد نیایش رو قبول داشته باشه اصلا. ببین ایران خب به خودت تو خیابون رد میشید به دختر چه تیکه میندازن جون و خوشگل و اینا، با شیمیل هم همینه. نه بی احترامی میشه، خداییش دارم میگم دیگه، نمیتونم نه تو ایران الان دختر رد میشه میگه چه دختری، شیمیل رد میشه میگه جون چه مردی. نه نه اصلا نبوده واقعا برای من حتی پیش نمیاد الان بگم فیلیکی ندارم. خب چه مرد میگن به به چه مرد چارچونه ای خوشگل، ببخشید به پدر مادرتون بفرمایید. آره مثلا ماشاءالله میگن ماشاءالله پهلوانی ها یه خوشفنگ مردشم زدن تو صورت مورد ترکی به طرف. به خود الان نیایشو ببرید میگه کشتی بگیره نفر اول میگه. من رفتم چون دادم پولم رو ندادم زنگ زدم معمول کجای دنیا اینشه که بعد الان نیالیس رو کاش برای ترنس هم شیمیل ها کشتی کش بذارن، شیمیل میشه نیالی تنبل میشه. من یه چیزی بگم، نه میخواستم بینم دیانا تایپ ترکا هستن مثل نیایش مثلا پر تو پر و اینجوری خوب؟ به خدا من یعنی با ترکا زیاد میونه نشم بگر از این پسر مثلا ترکی، ولی زیاد مثلا نمیدونم ولی اصولا چاق و توپولی دوست دارن میدونی؟ اصولا هیکلای اروپایی رو زیاد دوست ندارن مثلا، چون زنهای اینجا بیشترشون چاق و توپولی هست. من نمیدونم نیایش توپولی به نظر میاد آخه. آره
مردای ترک چجوری فکر میکنن الان مردهای ایرانی که ما میگیم مثلا با خانوماشون خوب نمیتونن رابطه بذارن چون فکرشون یه جوریه، ولی خب تمام زنهای ایرانی زیباترینن برای شوهراشون. حالا زنهای ترک، ترکای استانبول رو میگم بچه ها، زنهای ترک، ترکا که همهشون روسری دارن و دامنهای گنده و شیب نمیکنن، سینه ها افتاده، کوسا همه پپنکی. خب اونا مردا اونا چیکار میکنن؟ واقعا به مردای ترک باید حق بدی، زنای ترک فقط فلفل نخ میکنن. به خدا مرد تو ترکیه بری فقط روی یک ساختمون شیک فقط فلفل نخ کردن. بندکس هم از شورت و کرستتشون آویزون کردن خوش بشه. آره شورت و سینه بند و کست بند و همین فلفلا رو نخ کردن رنگی رنگی، بعد میبینی خونه ها شیک، داخل خونه شون هم بخاری و روی بخاری سوچینه 10 ساله و اینا، رو بخاری حالا میخوام گذاشتن. مثلا میگید مرد های ترک که اینقدر زیبام هستن، مشکیان، خیلی هم حشری هستن، یعنی کلا مرد های ترک از زناشون خوشگلتره. اوکی بچه این بحث تموم شد چون لایف تموم شد. مرسی که همه تو لایف بودید. من بعد برم خونه عمر ماست بیارم. بچه تا فردا شب همه تو لایف بودید. من خدا بسرم یه اسپاده که نیمه شد بچه فعلا خدا. دیانا که میاد لایف شیرین میشه تموم میشه فعلا بچه.